اونجا رو نگاه کن. به نظرم باز روباب خانم دست گل باب داده و این دفعه این همسایه‌شو بیرون کرده. تفلک ببین چقدر ناراحت. آره پسر خوبی هم. باید هر جور شده فعلا اونو ببریم تو خونه خودمون. شما که دو تا اتاق بیشتر نداریم. باشه یکشم میدیم به این جوون. سلام آموتوی. سلام علی آقا. به نظرم کرایه خونتون عقب افتاده، درسته؟ آره درسته. عب نداره پسرم، زندگی پسی و بلندی زیاد داره. فعلا بلند شو بریم خونه ما تا بعدن یه جور پیدا کنیم. دست شما درد نکنه. نمیدونم با چه زبانی از شما تشکر کنم. شما به من خیلی محبت کردید. این حرفا چیه؟ تشکر برای چی؟ این کار وظیفه هر انسونیه. تو این شهر غریبی. نمیخوام خیال کنی همه مردم مثل رباب خانم هستن. البته که نیستن. هرچند رباب خانمم گناهی نداره. من خودم مقصرم که نتونستم 4 ماه کرایه عقب افتادشو بدم. های خب من با ازتون یه سر میام بیرون و شب برمیگردم. ببینم خوشگله. چی خوشگله؟ همونی که میخوای بری بهش سر بزنی نامزدتو میگم. نه من نامزد ندارم. من میرم دوچرخمو بفروشم. برای چی؟ اگه پول بول میخوای بفروش. نه یه موضوعی که بعدم واسه تون تعریف میکنم. فعلا خدافظ. خدا نگهدار. زودتر بیا، من فقط همین امشب مهمونم. چشم، زود میام. خدافظ. خدافظ. پسر خوبیه مگه نه؟ 4, 5, 6, 7, 8, 9. بیا داداش خیرشو ببینیم. خیلی ممنونم. خوش اومدید. خیلی معذرت خواهم. رفت دادم تلفن خونه که به شهرمون تلفن کنم. تلفن کردی؟ نه خط خراب بود. چی شده؟ نکنه ناخوش شدی؟ نمیدونم ولی حالم خوش نیست. با عزتون میرم تو اتاقم بخوابم. نمیشه. عموم گفت که امشب باید شام بیای پیش ما. آخه حالا هم مرغ سرخ کرده داریم هم به خدا. تو از هر کدوم خواستی بخور. بفرمایید. باشه. خود منتظر مرغ سرخ کرده نباش، همینو داریم که میبینی. از سلامم زیاده. شام اصل کاریمون نون و پنیر و سبزی. نخودابم برای عموم درست کرد. آخه سینش درد میکنه. قسمت منم شد. به به خیلی خوشمزه است. دست درد نکنه. کجاشو دیدیم؟ من غذاهایی میپزم که انگشتاتم باهاش میخوری. خب من باش تلفنی حرف بزنم ولی خط خراب بود. حالا تصمیم دارم فردا برم شهرمون. آره بیچاره. نمیدونم شاید. فکر کردم حالا که هنرستان صنعتی تعطیله برم پیشش. آخه خونه و زندگی ما تو شاهیه. شاهی؟ عالی شد. فردا فاتی هم میخواد بره محلشون. آخه فاتی و خواهرش تو سرخ‌آباد اون طرف پل ورز یه قهوه خونه دارن. یعنی از باباشون بهشون ارث رسیده. حالا خودشون قهوه خونه رو اداره میکنن. عجب. پس باید دخترهای زرنگی باشن. کجاشو دیدیم؟ من آبجیم 40 تا مرد رو انگشتمون رو چرخونیم. اگه بیای خودت میبینی. ببین پسرم، اگه برات زحمت نی فاتیرم فردا با خودت ببر. اون سر را نزدیک قهوه خونه پیاده میشه. دختر تنها مسافرت نره بهتره. چی داری میگی عمو جون؟ من خودم یه پا مردم. میدونم دخترم، تو خواهرت واقعا شیرزن هستی، ولی با وجود این تنها نری بهتره. حق با عمو تقیه. فردا صبح میریم راه آهن و بلیط میگیریم و حرکت میکنیم. چه جو؟ نمیدونم، بیا سرم گیج رفت. رنگت هم پریده. پاشو برو استراحت کن، باید صبح زود راه بیفتیم. Oh,
به این قنجا خوب بخور سرکت ساکت دست در نکن بهتر شدی؟ آره خب باقی حرفتو بزن داشتی راجع به اومدن ترونت حرف میزنی من که همه رو برای تعریف کردم سماور قهوه خونه خراب شده بود اومدم سماور بخرم چقدر سرت داغ شده به نظرم تب کردی برم برات قرص پیدا کنم نه خیلی متشکرم تو امروز خیلی برای من زحمت کشیدی خب داشتی از خواهرت برام تعریف میکردی آره طفلک معلوم نیست این چند روز که من نبودم قهوه خونه رو دستنایی چجوری چرخونده حتما تا حالا دیوونه شده دیوونه شدم یه کمی یواشتر آسیابم به نوبت بابا و ها بفرما الان میارم بفرما دو چای با بده بفرمایید تا که نمیتونه قهوه خونه رو بچرخونه بهتره درش رو تخته کنی گل خانم جون من هر کی میخوره نون و پنیر تو دیگه سراتو بذار بمیرم بفرما خانم جونی این مال شماست به نظر من اگه دو سه شاگرد خوشگل مثل خودت بیاری کار برات خیلی ساکه میشه آره اما میترسم قیافه قزمی که تو رو ببینن و از سر سکته کنن آخه شما ها که پس گلی بر نمیان چرا با شوخی میکنی؟ بینم گلی میگم نکنه آبجی شوهر موهری تو تهرون به تور زده که انقدر دیر کرده قربون دهنت ابرام آقا خوب شد یادم انداختی قراره امروز بیاد بینم قطار کی میرسه ها؟ اگه تاخیر نوشته باشه نیم ساعت دیگه میرسه خب پس بهتره من زودتر برم آها قهوه چی؟ چیه؟ دودا نکایه کوف بخوری یه خورده دندون رو جگر بذار الان بر میگردم نایمدی هم نایمدی ارس و میراس هم به تو نمیرسه مورد خوره بعد وقت حالا خدا واسه تو چای میریزم هی یلا تعارف نکن تو با این حالت نمیتونی بری باید یکی دو روز پیش ما بمونی تا حالت خوب بشه نه مزاحم نمیشه باز گفت مزاحم بابا این حرفا تو ماها نیستن الله اکبر گلی جون سلام فاتی جون چرا نمیای پایین بیا بالا کارت دارم اومدم سماور خریدی؟ آره تو کوپه خب زمنان باید با یه نفرم آشنا بشی کی؟ بعدا برات میگم عمو تقی منو دست اون سپرده از دورون که را افتادیم حالش زیاد بد نبود اما حالا خیلی خراب شده نمیتونه تا شهرشون بره باید هر طور شده یکی دو روز اینجا نگرش داریم تا حالش خوب بشه بریم ببینیم کی؟ بریم علی آقا بلنشو بریم آبجیم اومدی نگاه کن سلام خانم سلام آقا بلند شی زود باشین الان قطار حرکت میکنه اجازه بدیم اجازه دیگه بی اجازه هر کاری من میگم باید بکنی آخه دیگه آخه اوخم نداره مگه با این حالت میتونی تا شهرتون بری پاشو اینقدر ناز نکن نمیدونم چی بگی به دو تا دختر خوشگل چی میتونی بگی آخه یالا بیچون دیگه نه میترسم تکون بخوره حالش بدتر بشه چشم چرا بایسته
ببین هیچ. ببین چی میگم، تو اونو ببرش خونه تا من برم حکیم باشی و خبرش کنم بیاد. خیلی خوب، زود باش را بیافت. نگاه کن آه. به حکیم باشی بگو منم اومدم. حکیم باشی وارد میشود. سلام علیکه. سلام علیکه. بشین بشین. اون چه؟ گابزه باون یه ملاقه دو ملاقه بده به این دو تا جوان. حکیم باشی جان، جان جانان این ورایت دید بزن. چی جانم درد ایشان در کشی گفت بگو من. عرشیدی جان بود و زود بش بده سلفات دو زود. چش مداواد میکنم تخم و مرغ مالکیه. معلومه که مال ماست، دید زدم سی تا بالاست. آره شیدی جان، جان جانم سه ملاقه بده با ایشان. چش برو جانم به سلامت. آفرین به این تبابت. قلبشم تونتون که داره میزنه مثل این که آسپاسه این بابا. پس الهی گردنش هم بشکنه. آرشید جان دیگه ایشان نمیخواد گلگاب زبان. بش بده سلفات دو زود تا مرخص بشه زود. بش بده سلفات دو زود تا مرخص بشه زود. چش بشین بابا. حالا بریم به حیوانات هم یه سری بزنیم. چه اولاقی قلچماقی، چه دومی عجب دماقی، این اولاقی چه چلاقی. آرشی جان، جان جانا این اولاقی یه ملاقی. چش کجا داری؟ وایسا یه ملاقی. جانی جانن خوخوری رو باش. چیه دردش؟ چی آوردش؟ این قشنگه هست باش. توی جانم جانی جانم الانه میدم دواش. واسه این که توی باهاش زوده زوده میدم شفاش. اینقدر قوپی نیا دیگه بل کن جونه با. نگاه کن رشید به اینجا خوزکش درد میکنه. اون قشنگه به رشید جان داره چشمک بزنه. اون اگر تو را میخواد بذر جانش در بیاد. اون اگر تو را میخواد بذر جانش در بیاد. حکیم باشی. ها حکیم باشی. بودو بودو. که چرا بودو هم جان؟ یه مریض بدحال هست که باید بیایی بالا سرش. بنده وقت ندارم جانم، قبلا باید از منشی من وقت ملاقات بگیری. نمیای؟ نه نمیای که تو بمیری اگه بیام. خیلی خوب، پس اینو بدون که فاتحی هم از تهرون اومده. چه؟ خیلی اخ جون وادی جون وادی بمیری. نه نمیدم. چطور شد آقا کجا تشریف میبرن؟ پیش فاتی جانم. فاتی جانو درد بیدرمان بلا گرفته. یه کاری نکن تمام این سلفات سودر تو شکم تو قلی بکنم. آخه مرتی که تو چی کاری به نمزد بندی میگی جان؟ پوشو بابا، نه به باره نه به داره نمزد بندی. میای یا نه؟ حیف که کار دارم. مثلا اگه کار نداشتی چی کار میکردی؟ هیچی، من با تو جیگر میدوانم بکنم. اگه نمیای من برم. میام. چشم چشمای بندم کور میشه. آخه ناب و سر و سرم داره میترکه. برو سلفت سود بخور جانم. بابا
آرشی جان بهترین دواها رو ور در تب بریم خدمت مریض گلی جانم. منظورت همین کلقبزه و رو سلفت دیتو بریم؟ آهانیه پس تشلیف و بخیه مریضه چی میشه؟ الان دستورات لازم رو میدیدیه و تمام مریضه دست راستی کلقبزه من بخورن و مریضه دست چپی سلفت سود حق معالجه رو بعدم برای بنده بیارید. بریم جانم. کجا داری میری؟ من حالم خوب نیست حکیم باشی. درک سلفت سود بخور جانم. این خانم سه روز وقت ملاقات گرفته، ویزیتم سو برابر داده، باید برم سر مریضش. ما آمدیم، کسی چادر سرش نباشه. بفرمایید. سلام فاتی جان، بیا توره، بودو. آمدم، آمدم. سلام فاتی جان، سلام. سلام. الهی که اون درد بلایی تو بخورد وسط سر... وسط سر خود. اول مریض، بعد عشق بازی. نه خیر، نمیذاره با کار ما برسیم ده. برس. مریض چل سرته کرد، نه فرسیه رو بزینی کنار. قلبش کجاست؟ اوه. چی شد؟ قازت گره؟ عجب تبی داره، 82 درجه بالاست. ببینم این جوان تازگی ها عاشق پاشق نشودی؟ چرا پرتا پلا میگی من؟ بس تو حرف زدی بسر، یه ملاقه گل گابزبان بده بهش. گل گابزبان؟ میخوای سلفت سود بدم. سلفت سود؟ خب بله دی قربان، مریض بنده یا با اون معالجه میشد یا با این دی یا با هیچ کدوم قتل خداحافظه رو میخونه. لا اله الا الله. لیر نمیشه تو حرف نزینی ها؟ نه ای زنگ سوال. خباب جی من میرم قهوه خونه مشتری ها رو را بندازم. حکیم ناشی جون جان جی رد که تموم شد بیا پیش من. چشم، کارم تمام شد، آمدم تا ببینم روی ماه تو. منم آمدم تا ببینم روی نخت تو. خدایا خودت این جوانو شفا بده. فاتی جان بکار مشتری این بر تشنه شا. حکیم ناشی جون جان حکیم باشی، چای یارو بذار جلوی مشتری. چشم، لایق حکیم باشی فدای تو باشد. چشم. الان گوشت با بفرما قربان، اینم یه چای سنگ پهلو. بفرما قربان. خدا افتادش. این دوانه دلم. گوش کن چی میگم، خوب همه جسه نگاشی. باش پیدا شد. با جانتون نباشد، با مرگ رشید من اگر بخواد بیادبانه با تو حرف بزند اونچنان توی فکش میزنم. آجبه چی داری حرف میزنی؟ سلام عرض کردم قربان، مخلصم. رجب پاشه های مزایم است. فاتی جان میگه دخیرن پاشه های مزایم زیاد فراوان است. اوه یه دنی اینجا نشسته با نظرم. آها کشتم جفتش. اوخش دیدی زدم؟ بالاخره اومدی ها؟ یه چایی بردار بیار بینم. با اجازه جناب علی. بفرمایید. من اون چوب جنازه. دلم میخواد این چایی رو با دست خودت بدی من بخورم. دمی دستم رو دل کنی آخ پسر. آی خدا! ای وای ترش کرد. برای اون بیستم چوبی لحظه بگیرم. این بی خودی میخنده. چایی بزنم. چای؟ یا بفرمایی.
بابول هوایج، خودت به من کمک کن. من هیچ وقت از این در ناامید بیرون نرفتم. حالا اومدم که سلامتی اونو از تو بخوام. اگه علی از رخت خواب مریضی بلند بشه و خوب خوب بشه، من 5 تا شم اینجا روشن میکنم. بله، جریان اینجوری بود. خلاصه به جان عزیزی شماها، به مرگ تو رشید با دست خودم کفن کردم. اگه بخوام دروغ بگم، ببینم منو کفن کرده. مثلا عرض کردم آقا زاده. مثلا بده من چایی را مثلا عرض کرده. خدا رم کرد دیگه، نیست با آدمه. اگه درست آدم حسابی بود چقدر جانشو دوست داشت. تو چخانتو بکن. خلاصه وقتی رسیدم بالا سر مریض، یکو دیدم انگار خانه خراب 25 سالگه مرده. عجب. نه نبزش میزد، نه نفسش در میامد، نه قلبش تلاپ طلوب میکرد. ولی به محض این که پامو گذاشتم تو اتاق بالا سر مریض، دیدم مشتی سلای ناخوش. یک دفعه چشمشو باز کرد، من نگاه کرد، گفت جناب حکیم باشی سلام. ها ها پیچو آفیت باشد. نفهمیدم من مسخره میکنی؟ اختیارین بار چی داری بگی؟ شما خودتو مسخره هستی. ایوه ناس شانه گوشی. حالا من الان اینی میکشم، پوستشم گلفتی میکنم تویش گل گبزه بنا. نامرد چه؟ اگه مردی بایسته دی؟ نامردمو دارمی؟ یه بایسته دی نامردی چه گل بایسته؟ بایسته من پوست دورا بکنم. دوره نامردی؟ یه بایو آخیلای صاحب اگه بخنه بیمیم. راستی ببینم گلی کجاست؟ یه چند روزی یه کمتر تو گربه خونه پیداش میشه. مریض داشتی؟ سه شبه تموم از بالای سر اون تکون نخورد. اما امروز با گاری رفته از ده پایین یه خود زغال بیاره. خب حال مریض چطوره ها؟ بهتره، امروز راه افتاده. سود باش الان قطار میرسه. شیرینه والله از خوشی که
غافل نشو، از خوشی غافل نشو، خوش بگذرون این زندگی رو. خوبه آدم توی سینه قلب پاکی داشته باشه، هر کسی پاک دلش لطف خدا پشت و پناشه. دل میونه سینه من میزنه هر پر، اون که با من مهربونه اومد از دردت به قهر خونه ما صفا آوردی. یه عالم صفا رو اینجا آوردی. هستی بلندی غم داره، غصه داره، شادی داره، خوبه بخندی. داشته دا امروز چرا اینقدر به ما چشمار میری؟ وقتی اینجا میاید ما وشی یاد میگیری. دو تا چای بایدی زود با یک قلیون رد کنو بر اون دمه در آی فاتی جون جون. این چای قهلو اینم ستاقم، اخ ما تو با کمشتی بزن یه لبخم. Come on, 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 come on
عاشقون. دیگه غیرتم قبول نمی کنی بریم جلو. برو جلو برو جلو مادرشو در بیار آبای نمر برو جلو برو جلو برو جلو برو جلو برو جلو برو جلو آخه یه چرگ آدم تو خونم داری نمانا بابا شوخی کردم این شوخی هم سرش نمیشه جان کفت کاری شوخی ناموسی نداری ما اون مال منه پس یه باشه که جان ببینم تو حالت خوب شده میبینی که خوبم راست میگی تبتم بریده الهی صد هزار مرتبه شکر همون چیزی که از خدا میخواستم وای خوب شد یادم اومد چی یادت اومد؟ همین الان برمیگردم نظرت قبول باشه به نظرم برای کسی چیزی نذر کرده بودی درسته؟ آره برای تو نذر کرده بودم که اگه خوب بشی 5 تا شمع اینجا روشن کنم متشکرم تو خیلی به من محبت کردی نمیدونم چجوری ازت تشکر کنم به هر حال من باید امروز از اینجا برم اما تا آخر عمر خوبی های تو رو فراموش نمی کنم چی شده باری؟ تو میخوای بری؟ آره جریان پدرمو که برات گفتم باید حتما برم ببینمش ببینم تو ناراحت شدی آخه امشب شب عیده ما رسممون نیست که مهمون از خونمون بریم خب من که مهمون نیستم ولی من دلم میخواد امشب تو بمونی میخوام پای هفت‌سینی که من میچینم تو هم باشی آخه مرد حسابی زدم اینم شد هفت‌سین ساتور و سپایه و سنگ پا و سنگک و چنگک شد هفت‌سین آخه تو که نمیفهمی این هر کدام به درد یه کاری میخوره دلم میخواد با این ساتور گردنت بزنم بعد تو رو بادرم با چنگک آویزنت کنم بعد تیکه تیکت بکنم گوشت بکشم به سیخ و بذارم رو سپایه سرخت بکنم اون وقت با سماغ و سنگک تو را بخورم پس تو تا حالا آدم خور بودی و ما نمیدونستی؟ لا اله الا الله ببین شبایدی میزنیم و راحت باشیم آخر تو با هفت‌سین چی قدری اخو باسر؟ اتفاقا باید کار داشته باشم آخه وقتی سال تعویل میشه ما از کجا بفهمیم؟ یه رادیو شکستم داشتی که بخشیدی به فاتح جنم آه چشمت کور شد دلم خواست فاتی جان منه عمر منه دیدی شیشه که پاپا رو رنداش کنه لا اله الا الله کاری بکن بزنم تو رو داغم بکنم مغزتا پاپا رو منه بزنی نه خیر این مغز بی صاحب و منه بزنی حالا بیا ای دیدنی بکنیم بیا هنوز که عید نشده من خیال میکنم شده توپ مادر رفته بیا جلو بیا دی بالا بیا ناز نکن ای شما مبارک خیلی خوب است دیگه ایده منه ور منه ایدی؟ بله برو یه ملاقه گلگاف زبان به حساب بنده بخور گلگاف زبان؟ بله ده نمیخوای سلفاد سود بخور اگه نخوری پشیمان میشم ها توجه بفرمایید 40 ثانیه به آغاز سال نو مانده است پارسال این وقت بابامون زنده بود یادم درست روبروی من همین جای فاتی نشسته بود در عرض یه سال همه چی عوض شد بابا رفت و راحتی و بیخیالی مام تموم شد بعدشم من و فاتی مجبور شدیم واسه یه لقمه نون کار کنیم و با این آدم های جور با جور سر و کله بزنیم حالا میفهمیم پدر و مادر چه نعمت بزرگی هم. خدا رحمتشون کنه میدونی؟ به نظر من که کار کردن عیب نیست بله ولی برای دوتا دختر تنها خیلی سخته
اونم میونه این همه گرگ. درسته، ولی شما خودتون نشون دادین که یه پا شیرزنی. آغاز سال 1349 خورشیدی. بیبی تو مبارک آبچی. پیشرفت و سعادت ملت ایران. شما این سال خوبی خوشی دارین تو باشه. برای تو هم همینطور. ببخشین علی آقا مبارکو باشه. عید شما مبارک. امیدوارم امسال بخت برای این خونه رو بزنه. آی گفتی. اصلا نمیدونم مگه این حکیم ناشی لعنتی دستش چلاقه که بیاد در بزنه. من که واسه شوهر دلم لک زده. نترس، من به دلم برات شده امسال حتما یه نفر میاد سراغت. اگه ازرائیل نباشه خوبه. خدا نکنه دختر بیاد هم تو شیرین کن. بفرمی. متشکرم. ارسی من برم یه سری به قهوه خونه بزنم. حالا؟ آره ممکنه مشتری بیاد. خیلی خوب برو. بیا این نقله از دست من بخور. میدونی دلم میخواد این لحظه رو هیچ کدوم فراموش نکنم. این که معلومه، من هیچ وقت یادم نمیره. ولی چی؟ ولی تو وقتی از پیش پدرت برگشتی میری تهران، تو اون شهر بزرگ با دخترای قشنگش دیگه جایی برای گلی باقی نمیمونه. نه تو اشتباه میکنی. بعضی هستن که گلای وحشی صحرا رو خیلی بیشتر از گلای تربیت شده دوست دارم. من از اونا هستم. من تو رو از تمام دخترای دنیا بیشتر میخوام. میخوام تو برای همیشه مال من باشی. نمیتونم باور کنم. باور کن. آرزوی من اینه که یه روزی با تو زندگی کنم. فقط اجازه بده چند روزی برم شهرمون ببینم چه اتفاقی برای پدرم افتاده. زود برمیگردم. فکر میکنی برگردی؟ آره مسلمه. من دل و جونم اینجاست. به محض اینکه کارم تموم شد میام پیشت. قسم میخورم. حرف تو باور میکنم. منم قسم میخورم تا روزی که بیای چشم به راهت بمونم، حتی اگه اون روز روز قیامت باشه. قسم میخورم تا دنیا دنیاست غیر از تو هیچ کس رو دوست نداشته باشم. هیچ کس رو. سب دست خر کتا، این گل مال منه. بندی این گل را برای نامزد من میخوام. جناب علی برای کی میخوای؟ منم برای نامزدم میخوام. نامزدت؟ اون کدام دیوانه ایست که میخواد زن میختبیلی پای خلوص بشه؟ فاتی جون تو چشت چارتشه. اگر یک دفعه دیگه اسم فاتی جان منو بیاری اون چشمت در میارم. فاتی جون الهی قربونش برم. اگر دل جرأت داری یه دفعه دیگه بوتم مخود میریزم وسط بیابان. فاتی جون فاتی جون فاتی جون تو بزن مخم و بریز دیگه. تو اصلا مخ داری؟ حکم باشی حکم باشی. گاوه من حالش به هم خورده، به نظرم میخواد بزاد. با من چی مربوطه؟ مگه من مامای گاوه ماستم؟ پس من چی کار کنم؟ نکنه رو دل کرده باشه. نمیدونم والله. ببین چی میگم، امروز روز تعطیلیه. اگر میخوای من بیام سر مریض باید ویزیک من پنج برابر بدی. باشه حکیم باشه. خیلی خوب گوش کن رشید، ببین چی میگم. بله. فوری بودو یک بشه سلفات سود غلیظ درست میکنی میدی گاو این بابا بخوره، شاید رو دلش باز باشه. یه بشته؟ اها. بگو تو بمیری. تو بمیری. خودت بمیری. چرا؟ میخوای منو بفرست دنبال نخودزی ها؟ خودت برو دنبال فاتح جان. جوان مرده باز اسم اون آوردی. الان حسابت میرسن. نه دیگه از این غلطه نکن. بای بای سدی که بای. حکیم باشی چطور شو؟ آبشی گشتن جلو شو بایست. حکیم باشی. چیه؟ تو داری گریه میکنی؟ دست خودم نیست. نمیدونم چرا دلم شور میزنه. به دلم برات شده که دیگه تو رو نمیدونم. آه تو رو خدا اینطور فکر نکن. من سر هفته برمیگردم. دلم میخواد وقتی از قطار پیاده میشم تو رو ببینم. باشه؟ باشه. باریکلا دختر خوب. حالا بیا باید چمدونم رو ببندم. میشه این عکس رو بدیش به من؟ آه چرا نمیشه؟ بیا ماریکلا. Thank you.
ببخشید خانم، علی آقا منزله؟ علی آقا؟ نه خیر، اون چند وقته که از اینجا رفته. ده چرا از اینجا رفته؟ میدونین؟ 4 ماه کرایش عقب افتاده بود. و شما بیرونش کردین بله؟ چاره ای نداشتم. اگه این یهش سنار کرایه رو نگیرم از کجا زندگی بکنم؟ کرایه اون 4 ماهش چقدر میشه خانم؟ من پدرشم، میخوام پولشو بهتون بدم. راست میگی؟ قابلی نداره. 320 تومن میشه. ولی شما هر چقدر دلتون میخواد بدید. نه همشو میدم، بفرمایید. دست شما درد نکنه. فقط اگه دیدینش بگین پدرت اومده تهران، بیاد میدون حجره میرزا حسین منو ببینه. چشم. خداحافظ. خداحافظ. کدوم بدهی؟ خیال میکنی به من روغن زرد فروختم؟ البته که تو اون وقت که اومدی با آقای منو 5 سال اجاره کنی این حرفو نزدی. برای اینکه اون موقع خیال میکردم استفاده میبرم. خوب خودت شاهد بودی. سال اول سرما تمام پرتقال رو از بین برد. سال دومم که محصول کم بود. امسال که پرتقال زیاده مشتریش کمه. تو فکر میکنی من این 450,000 تومان از کجا واسه بیارم؟ من چه میدونم. هر کاری یه وقت ضرر داره یه وقت منفعت. تو باید اجاره منو بدی. بفرمایید کف دستی که مون نداره داداشم برکن. من فتح الله خانو میشناسم. اون توی شمال 7-8 باغ مرکبات داره که خیلی میارزه. حالا دعواشون سر چیه؟ میرزا حسین باغای اونو 5 ساله اجاره کرده، اما تا حالا یه تک قرونی بهش نداده. برای همینی که روز جمعه اومده داد و فریاد میکنه. مگه اجاره نومچه رسمی نره؟ چرا؟ اما بیچاره راچای کارو بلد نیست، وگر نمیتونه 2-3 روزه پولشو وصول کنه. ببینم بابا، تو گفتی باشه آشنایی؟ بله، الان 10 ساله که من اونو میشناسم. هر وقتم میرم اون طرفا چند روزی منو نگرم میداره. بوی پول بدم آقام خورد بابا. چطور؟ اگه ما طلبشو وصول کنیم خودمونم میتونیم یه لفتریسی بکنیم. وارا بابا بالم کوتره داریم. چه طلبی چه پولی آخا؟ حالا میبینی ازت بگیرم پدرت هم در میارم. پدر منو در میاری؟ به منی با چیره بنا بابا داره داری مال مفخور. مال مفخور من از یاد تو. چی شده؟ بابا مگه خدا رو خوش میاد با مردم اینطوری رفتار میکنی؟ نگاه کن بابا سرش داره خون میاد. اصلا این مردم دین و ایمون ندارن. آقا اومده طلبشو بگیره باهاش اینجوری معامله میکنن. بفرمایید. این یه قطره که برای قلبشون نوشتم. چند روزی هم باید استراحت کنم. قطره. با اجازه خدا حافظ. خوش اومدی دکتر جون. خوش اومدی. دستت درد نکنه. خیلی بهتون زحمت دادم آقا مرتضی. باید ببخشید. این حرفا چیه؟ خونه خودته. تا وقتی تهرونی باید همینجا بمونی. دیگه حرفشم نزنی. ما خودمون براتون وکیل میگیریم. طلبتون هم 5-6 روزه وصول میکنیم. راستش میدونین من بیشتر برای این اومده بودم تهرون که شب عیدی پیش پسرم باشم. ولی اون خونه‌شو عوض کرده بود. منم نتونستم پیداش بکنم. شاید اونم اومده پیش شما. من ممكن... همین الان با آدرس منزلتون تلگراف میزنم. اگه رفته بود اونجا فوراً بیاد اینجا. با اجازه. خیلی ممنون. خدا حافظ بده. مواظب فتح الله خان باشی یا پذیراییشون با توه. چشم دادش جون. آره. بفرمه. خیلی ممنون. زهره دخترمه. ده با. ماشالله. چه دختر قشنگی. کنیز شماست. البته اگه ما را قابل بدونید. سلام پسرم. حالت چطوره؟ ببینم بابا خونه هست؟ من نه، من پیش تو. منظورتون چی؟ الان 3-4 روز میشه رفته تهران. سلام آقا، بفرمایید این تلگراف مال شما از تهران اومده. از بابا؟ امضا کنید لطفا. منزل مرتضی خانم حالش هم خوب نیست. من باید فوراً برگردم. بهتره با طیاره بری. آره فکر خوبیه. ببینم آقا جان شما پول دارین؟ 200 تومان دارم. بسه؟ بله فقط برای بلیط هواپیما میخوام.
ببینم شما مرتضی خانم میشناسین؟ پدر دوست آشنا زیاد داره که من نمیشناسم، مگه آدرسشو ننوشته؟ چرا بازارچه نایب منزل مرتضی خان. ببخشید منزل مرتضی خان اینجاست؟ بله، حتما شما پسر فتح‌الله خان هستید. بله همینطوره. بفرمایید، خواهش میکنم. مرسی. بفرمایید. جریان طلب منو که از میرزا حسین میدونی پسرم، مرتضی خان و اکبر آقا رام وکیل گرفتن. همین روزا ممکنه تمام پولمو وصول کنن. من اکبر آقا خیلی ممنونم. این حرفا چیه؟ وظیفه‌مونه. اختیار دارین. ولی شما از دوستان خوب پدر من هستین. خواهش میکنم. متشکرم. درست هاستو جمع کن. این پسره رو چند میلیون پول خوابیده. قابشو بدوزی. دلت خوش داداشا، پسر اصلا به من نگاه نکرد. نگاه کردنش مهم نیست، پولاش مهمه. شاید اصلا دلش پیش کسی دیگه ای باشه. No.
پیوم میاره بس که گریه کردم عشقی برام پسرم عاشق شده. اینطور که تو تعریف میکنی باید دختر زرنگی باشه. هم زرنگه هم تا دلتون بخواد ساده و نجیبه. درسته، دختری که بتونه تو این دور و زمونه نون خودشو با پاچی در بیاره ارزش داره. ولی من دلم میخواست تو با دختر آقا مرتضی عروسی میکردی، چون اونا خیلی تو این مدت به من محبت کردن. به هر حال خوشبختی تو بالاتر از این حرف هاست. هر چه تو دوست داشته باشی منم دوست دارم. ممنونم بابا. گلی از اون دختره یک که شما حتما میپسندی. پس چرا معطلی؟ فوراً براش کاغذ بنویس بیاد اینجا. میخوام عروس خوشگلمو ببینم. همه چی رو فکر کرده بودم الا این یکی رو. فکرشو نکن. برای سنگولب کردن این دختر هزار جور ترک میشه جور کرد. مثلا کارت نباشه. وایس تماشا کن. کاجمری. دارم واسش قلیون میبرم. لازم نکرده. این دفعه از دلو میبره. صداش کن بیا. من اومدم. لاکشو بفرمایید. باری کلا پسر. ببینم تو میدونی صندوق پست کجاست؟ آها این بغلشی. بیا این کاغذو بنداز تو پست. این 5 تومن مال خودت. دست شما درد نکنی ولی کم بودیش ها. وقتی این نامه به دست گلی برسه نمیدونی چقدر خوشحال میشه. چی تموم شد؟ بالاخره محکوم شد. قرار شد تمام بدهکاریاشو یه جا به هم بده. همین روزا کلی پول. چی شده پسرم؟ برای چی ناراحتی؟ آه اصلا یادم رفته بود. آخه چطور شد که گلی جواب نامه های تو رو نداد؟ یعنی چه اتفاقی ممکنه افتاده باشه؟ راستش نمیدونم. دارم دیوونه میشم. یه عمو هم تو تهران داره. رفتم ازش سراغی بگیرم. ولی بدبختانه اونم از اونجا بلند شده بود. چرا خودت نمیری پیشش؟ شما اجازه میدی؟ حالتون خوب شده؟ به من احتیاجی نداری؟ معلومه که احتیاج ندارم. تو بهتره بری به زندگیت برسی. فوراً برو با هر وسیله‌ای که هست خودتو بهش برسون. ببین چی شده؟ شاید اتفاقی افتاده باشه. خیلی خوب باشه پدر، همین الان حرکت میکنم با هر وسیله‌ای که شده.
قسم میخورم برمیگردم که با هم بریم تهران. برمیگردم دوغل برای چیه؟ مگه خبر نداری؟ برامون از سرون صفایی بهداشت فرستادن. تصمیم حکیم ناشی آجور شد. مثل که یکی دو روز پیداش نیست؟ آره رفتم به بالا مریض بود. اشتباه نمی کنی؟ نه بیا خودت ببین. بعدن وقتی حکیم باشی سواد نداشته باشی میخوای سفرعلی داشته باشی. سلام علیکم. سلام علیکم سفرعلی. بله سفرعلی بیا. حکیم باشی عینکش همراهش نیست، نمیتونه اون تابلو رو بخونه، تو میتونی؟ البته نوشته سازمان سپاه بهداشت گروه سرخ‌آباد. نفهمیدم از کی تالا آقا با سواد در شده؟ معلومه من شبا پیش سپاهی دانش درس میخونم. مارو انشالله تو کجای کاری حکیم باشی؟ مگه نفهمیدی سفرعلی چی گفت؟ عوض منو تو دکتر ورز زدن، دکتر حسابی. مگه من نه حسابیم؟ ببینم تا الان کدام مریض از دست من سالم در رفته؟ خلاصه دیگه نان موف خوردن رین تن تن. نان موف؟ بله. پس این گوله گبز بانایگی میدادم حساب نیست؟ الان میرم آی دکتر با مغز از اینجا میدازم بیرون. بابا مگه یادت رفته این خونه رو مردم به ما دادن؟ حالا دلشون میخواد بدن آقای دکتر. ببینم تو رفیق پلنگه سی امن خره. بنده جد آبادم حکیم باشیم ولایت بودن، این شغل به من ارث رسیده، حالا ولش کنم برم. اصلا میدونی چی؟ من یکی نیستم، این مشکت، اینم سطل سلفات دوسوله. منم همین الان میرم شاگرد فاطمه میشم و کار میکنم. رفتم تو وایسا ببینم. وایسا منم میام. بیا من میخوام بیام فاطمه جانمو ببینم. سوغاتی اگه خریدم بیش بدم. اما قصه تو یعنی کردن ای خدا چرا نمیسازده؟ چرا در قهوه خونه رو بستن؟ با نظرم قند چاییشان تمام شده. برای قند چایی که قهوه خونه رو نمیبندن، حتما زغال سماورشون تمام شده. سلام علیکم باجی. ببخشید ابجی، شما نمیدونین چرا در قهوه خانه رو بستن؟ مگه شماها نمیدونین؟ چی رو نمیدونین؟ که فاطی مرده. چی؟ بله اون الان زیر خروارا خاک خوابیده. اون امروز صبح رفت. فاتی جان سلام، بهتر از جانم. بلند شو ببین کی آمده. حکیم نوشی، حکیم نوشی تو. نگاه کن برات خلخال آوردم که به پاهای قشنگت ببندی. بلند شو با من حرف بزن، بخند بخند، بذار صدای خنده تو این هوا رو پر بکنه. بخند بخند. Thank you.
ترکیدم، تمومش کنیم. چقدر میخوایی گل جا بشینیم و قصه بخوریم؟ گوش کن گل جون، تو باید در قهوه خونه رو باز کنی. با این کار خدا بیامرز که زنده نمیشه. نه، من دیگه تصمیم خودم رو گرفتم. شد بابا، این چه جور زدنیه؟ تو چرا صدای گاو در میاری؟ باره پس من چیکار بکنم آخو قربان؟ نازوک میزنم میگی صدای خروس در میاری، کلوفت بزنم میگی صدای گاو در میاری. من چه خاکی بزنم؟ من بریزم الان بهت میگم. این دست منو نگاه کن. هر وقت من دستمو میارم پایین تو هم بیا پایین. هر وقت میبرم بالا تو هم برو بالا. این آشفل بگو دیجن یالا من دلا کمیم. حاضری؟ سبر بکن. حاضری؟ شلوق؟ کن کن مایا چه در نمی جا باره بابا خدا پدرت بیامرزه. تو که من کشتی با این تمرین کردن تو نفس باز خدا من گیره تو لومبه میزنه برای من باد کردن. خودت خنگ و بی استعدادی به امو تقی چیه؟ حالا استعداد منو نگاه کن ببین چی میزنم. بخ بخ
بس تمرین بکنیم. واقعا شاهکار کردی. رس میگم اونطوری؟ آره. پس باری گله با ما. عرض بکنم جناب عمو تقی. دستتو وردار. عمو تقی جان، ما که میتوانیم بریم پشت رادیو بزنیم که مردم از صدای سازای ما لیزت ببرن؟ همین الان. مرگو من؟ بله، رادیو تو اتاقه، بریم پشتش وایسیم تا دلتو میخوا بزن چشتو گوشه. حالا دیگه نوازنده های به این خوبی رو مسخره میکنه. راست میگه. گوش کنیم ببینین چی میگم. بفرمایید. من تصمیم دارم یه ارکستر 3 نفره درست بکنم. اون وقت هم میتونیم تو کافه ها کار کنیم، هم تو عروسی ها و مهمونی ها. درسته. قرارداد ما تکلیف چیست؟ راستی گلی کجا؟ رفته آهنگای من صفو بکنید. معلوم بودی رفته تو خیابان دنبال علی بگردد. گوش کن پسرم، تو برای گلی هر کاری میتونستی کردی، براش نامه نوشتی، به محلش رفتی، ولی فایده ای نداشت. انگار قسمت نیست به هم برسیم. تقصیر من پدر، من باید زودتر میرفتم سراغش. در هر حال کاریه که گذشته، نباید افسوس خورد. من دیروز رفتم محضر، خونه بغلی مرتضی خان رو برات اجاره کردم. من به این نتیجه رسیدم که تو با دختر مرتضی خان عروسی کنی و یه سر و سامونی به زندگیت بدی تا منم با خیال راحت به شهرمون برگردم. با مرتضی خانم راجع به موضوع صحبت کردم، خیلی خوشحال شد. نه پدر، من نمیتونم این کار بکنم. من و گلی برای هم قسم خوردیم که هیچ وقت هم دیگر رو فراموش نکنیم. من اگه شده تمام این شهر رو زیر و رو کنم، اونو بالاخره پیدا میکنم. من غیر از اون به کسی دیگه نمیتونم عروسی کنم. من بدون گلی نمیتونم زنده باشم. چشم برام گذاشته بخندم. چی داری میگی؟ این من بودم که در تمام این مدت چشم براه تو بودم. اقلا 20 تا کاغذ برات فرستادم، ولی تو یکیشو جواب ندیدی. اومدم محل سراغت، گفتن قهوه خونه رو فروخته و رفته تهران. حتی آدرسم نذاشته بودی که بتونم پیدات کنم. راست میگی؟ دروغم چیه؟ فقط ببینم برای چی جواب کاغذهای منو ندیدی؟ برای اینکه اصلا کاغذی به دست من نرسید. اما اینا مهم نیست، مهم اینه که تو هنوز منو دوست داری، مگه نه؟ از جونم هم بیشتر. راستی من از اون پیش آمد خیلی ناراحتم. فاتی رو میگم، اون خودشو فدای من و تو کرد. شما اینجا این بچه ها؟ آه این پدرمه، بیا با هم آشنا بشیم. سلام آقا. سلام دختر. به سلیقت تبریک میگم، دختر خوب و قشنگیه. من کنیز شما. نه تو دختر منی، عروس منی. با اومدن تو به خونه دل پسرم چراغ امید منم روشن شد. میدونین آقا، من پدر ندارم، مادرم ندارم. شما اگه قبول کنین، من میخوام از امروز به شما بگم پدر. آه دخترم، تو از امروز جزئی از زندگی منی و هر کاری میخوای بکن. اصلا چرا وایسادیم؟ چرا کاری انجام نمیدیم؟ شماها باید یواش یواش به فکر زندگیتون باشین. من میرم لوازم خونه رو درست بکنم، تو هم گلی رو بردار ببر بازار رو هر چی دلش میخواد براش بخر. میخوام عروس من تو این شهر بهترین لباسا رو بپوشه، قشنگترین جواهرات رو به خودش بزنه. یالا تکون بخور. این حرفا چیه؟ ما سعادت پسر تو رو میخواییم. جون شما عین حقیقته، مخصوصا که علی آقا تو این جریان حق داره. در هر حال شماها دوستی رو در حق من تموم کردی، من از شماها خیلی ممنونم. خب من دیگه با اجازه میرم خونه رو برای بچه‌ها رو به راه. میخوای منم بیام؟ نه راضی به زحمت شما نیستم. خداحافظ. خداحافظ. خداحافظ شما. خوش اومدی. ایوا چایی براتون آورد. ممنونم خانم، صبر شد. خداحافظ شما، خدا حفظتون کنه. خیر پیش.
من اصلا آدم بدبخت و بدشانسی هستم. دشمنت بدبخت دختر؟ خیال میکنی علیاش دهنسوزیه؟ نه بابا، ما فقط پولشو میخوایم، تمام این کارام واسه همینه. ولی به نظر من همه چی تموم شد. راست میگه، با اومدن این دختر هر چی رشته بودیم پنبه شد. باید دندون تمر رو بکنیم. این حرفا چیه با؟ تا اینجا رسوندیمش وقت قیدشو بزنیم. آخه اگه علی نخواد به زور که نمیشه. علی کیه؟ کلک پدر پسر رو میکنم. اون وقت تمام ثروت به کی میرسه؟ اگه پسرم نبودی بهت میگفتم حروم زاده. راستی عمو تقی، میخوام ازتون اجازه بگیرم گلی بیاد خونه ما زندگی کنه. آخه قبل از عروسی باید یه سر و صورتی به زندگیمون بدیم. درسته، ولی فکر نمیکنین که مردم چی میگن؟ من که تنها نیستم، فعلا پدرم هم تو همون خونه با ما زندگی میکنه. تازه ما حکیم باشی و رشید هم با خودمون میبریم. خب اگه اینطوره اشکالی نداره. میگم چطور شما بیاین با ما زندگی کنین؟ راست میگه عمو جون، بهمون خیلی خوش میگذره. نه دخترم، من به تنهایی عادت دارم. شماها برین، امیدوارم خوشبخت بشین. قربونت برم عمو جون. پس با اجازهتون ما زودتر بریم خونه رو مرتب کنیم. بذارینش عمو جون. توفه پسری چه دم و دستگاهی داره براش میچینه. من داغ این زندگی رو به دلشون میذارم، مخصوصا که این دختره بعد جوری تو رو حالی با حالی کرده. خوب اگه ازش خوشت میاد چرا نقشه‌ای که کشیدی اجرا نمیکنی؟ فردا شروع میکنم. منم درسمو فوت آبم، فقط فکر میکنم اون دو نفر مزاحم باشن، چون علی و پدرش که تو خونه نمیمونن، ولی اون دو نفر یه دقیقه خالی رو تنها نمیذارم. به موقع سرشونو به تاق میکوبن. کاری میکنم که فردا شب دستپاش بوسکردو گیر کنه. منم فردا اولین تو رو پن میکنم. همه اینا رو علی برام خریده. نگاه کن، پیرنی، چادری. راستی این گردنبند به هم میاد. خیلی قشنگه. خوش با حاله. علی آقا واقعا تو رو دوست داره. خب منم اونو خیلی دوست دارم. بایدم داشته باشی. تا اگه جونت هم فدای اون کنی کار مهمی نکردی. ولی حیف که... حیف که چی؟ هیچی ولش. نه تو رو خدا بگو، انگار میخواستی یه چیزی بگی. چیزی نیست، بیترسم ناراحت بشی. از حرف تو که ناراحت نمیشم، بگو. خیلی خوب، میگم. گوش کن گلی، من تو رو مثل خواهرم دوست دارم. دلم میخواد تو و علی آقا واقعا خوشبخت بشیم. خب حالام هستی؟ البته، ولی باید یه کاری کرد که این خوشبختی دووم داشته باشه. چطور مگه؟ یعنی ممکنه؟ خب بله، تو رسم تهران رو نمیدونی. اگه یه زن کاملا مطابق میل شوهرش نباشه، فورا دلشون میزنه. منظور چی؟ ببین، مثلا تو اگه ندونی چه جوری خودتو بزک کنی یا سرتو چه شکلی درست کنی، علی آقا خیلی زود ازت خسته میشه. مگه من همینطوری که هستم عیبی داره؟ خب بله، تو باید تمام کارهایی که زنای شهری میکنن یاد بگیری. لباسای مد روز بپوشی، آرایش کنی، سینما بری، تئاتر بری، تا بتونی علی رو همیشه واسه خودت نگه داری. آخه من که از این کارا بلد نیستم. مثلا گفتی کجاها باید برم؟ سینما، تئاتر، آرایشگاه. ببین گلی جون، من چون تو رو مثل خواهرم میدونم، حاضرم همه اینا رو یادت بده. راست میگی؟ البته. همین امروز اول میبرمت آرایشگاه، بعدم با هم میریم سینما. وای چه خوب. پس زود باش رابیوف بریم. ولی بهتره به علی بگم. لازم نیست، رابیوف بریم. خیلی خوب بریم. ده بیان دیگه. دسپاچی ده خود داری میگه. منو نندازه. بذارش پایین. میخواییم بگم بیاد سر می؟ اکبر جان با مرگ تو اگه این کار رو بکنی از تا عمر باشه. وقتی از پشت سن اومد بیرون میگم بیا دین. آقا با مرگ تو من رشید خان حاضریم هر شب در خدمت جناب علی باشیم. مخصوصا که هر شب یاد از لباسان برمون بخرم. بابا دهنته شش. تو چقدر پرتمه ایره؟ امشب اکبر آقا به خاطر اینکه ما ستایی همرنگ باشیم یکی یه دست لباس برای ما خریده. حالا تو به خاطر این کلکا میخوای مغازه لباس فروشی باز بکنی؟ تو پابرنه پریدی تو حرف ما. خیلی خوب، با هم دعوا نکنی. شما هر چی بخوای من براتون میخرم. پولمون نداری؟ ما من دارم. خفاش نکن. مستخدم بالغ فرمایشی داری؟ بالغ فرمایشی داریم. ببینم باقلاقه توق نداری؟ چی فرمودی؟
میرزا قاسمی بغلاغا توغ نداری؟ نه قربون ندارم. خیلی خوب، سه چهت از این مرغای سیخ کشیده، شیش هفتم از این شیشه های پر بردنگیه. چند تا شیشه؟ بله دیگه، بایستی نگاه میکنی بایستی رو دوشده یه لفت از اومد درزی آرام عرضو تا هشت و نه و ده بیا باز هر طور شده امشب و فردا اونا رو پیش خواهید نگردی. چشم برم آقا، خیالت راحت. قربون تو، من دیگه باز برم، اگه پرسیدم بگو بر میگرده. خیالت ها خوش هست. قربونت برم الهی، شبت بخیر. مگه دیوونه شدی؟ چرا لخوه گرفتی؟ داری میاد. چرا نشسته؟ پاشو برو بیرون. خاک بر سرت کنم، الان آبرومونو میبری. پاشو برو بیرون، اگه که بپس نشونت میدم. خاک بر سر بی تربیت. ایک بیری. چی شد گلی جون؟ هیچی، کار بی تربیتی کرد. یا بریم بلش کن، یلا. یه بالا، بفرمین گلی خانم. آخه، غریبه که نیست، داداشمه، یال سوار شو. بفرمین. خوش گذر. سلام علی. کجا رفته بودی؟ آخ نمیدونی علی جون، نمیدونی. با اجازه کی خودتو اینطور جلب درست کردی؟ جلب؟ من همه این کارا رو برای تو کردم. ببینم مگه خوشت نیومد؟ خیلی خب بس دیگه. تو این وقت شب کجا بودی؟ با اکبر کجا رفته بودی؟ با زهره رفته بودیم سینما. اکبرم باهاتون بود؟ نه، وقتی از اونجا اومدیم بیرون دم در دیدیمش. من نمیخواستم سوار ماشینش بشم، زهره گفت. ببینم علی جون. من کار بدی کردم. گوش کن، تو این شهر و مردمشو درست نمیشناسی. نمیدونی زیر بعضی از این لباسا چه گرگایی خوابیده. تو هنوز مثل گلای صحرا پاک و دست نخورده. برای همینه که ارزشت از تمام دخترای رنگ و روغن زده بیشتر. من تو رو همونطور که بودی میخوام، ساده و بی آلایش. حالا قول بده. چشم، قول میدم. مال من طلبت. بفرما، بفرما تو دم در باتو. آمن، رشی جان. جان چنه؟ هیچ میدنی ما الان وارد کجا شدیم؟ الان ما وارد بهش شده این. راست میگی؟ پس بریم عوضی آمدیم گلی جان دل واپسه. اونجا رو چرا وایسادین؟ بیا این جلو. آمدم قربان جون. اونجا قدقنه اون مال منه. تو برو باز خودت یکی رو پیدا کن. تو نرو. این دفعه دیگه موضوع رقابته. حواست جمع کن. نفهمیدم. این دختر از تو خواه قدرقای من شده باشه. خب دعوا نکنین، من واسه هر دوتون نمیرم. جان من پس چیز کن دوزه؟ آره میدونم، خودم باره. بیا بیا اوزت چقدره؟ همه رفتن، خودش تنها. پس باز دست به کار بشین. تو که درست تو روونی و از طولام گفتی چی کار بکنم؟ آره، ولی نمیدونم چرا دلم شور میزنه. ببینم تو مطمئنی که نقشه هم گیره؟ درصد. امروز این غزال وحشی تو چنگ من دست و پا میزنه. موسیقی
زود باشین را بیفتین، باز بریم پیش علی آقا. چی شده مگه؟ والا چی بگم؟ البته ناراحت نشین، چیز مهمی نیست. چی شده؟ برای علی اتفاقی افتاده؟ چی بگم؟ وقتی بیاین همه چی رو میبینین. زود باشین، تا دیر نشده باز بریم. خودت بهم کمک کن. چی شد؟ من که دارم دیوونه میشم، تو رو خدا یه چیزی بگی. من از نهرم چیزی بگیم، علی آقا خودشون واسه تو میگن. قالی؟ گلی خانم اینجاست؟ گلی خانم؟ آخ ماما جی چقدر خندیدم. برای چی میخندی؟ آخی شما خودتون بهتر میدونید. چی رو میدونم؟ که با اکبر آقا رفته گدر. درست حرف بزن احمق. اصلا به من چه مربوطه؟ نه یه دقیقه صبر کن، صبر کن. بیا حالا بگو ببینم چه اتفاقی افتاده. اتفاقی که نیفتاده، گلی خانوم به اکبر آقا گفت من دلم خیلی گرفته، یکی با ماشینت منو ببر بیرون بگردون. بله اکبر آقام بردش باغ نیاورون که دلش باز بشه. زهر خانم کجاست؟ صبح رفته خیابون هنوز بر نگشته. اونا حلالزادهش اومدش، خودشی نگاه کن. سلام علی آقا. چه عجب، بفرمی. خیلی متشکرم. ببینم شما این جریانو میدونی؟ کدوم جریان؟ که اکبر و گلی رفتن باغ نیاورون. نه من نمیدونم، کی به شما؟ من بهش گفتم، من خودم با گوشای خودم شنیدم که گلی خانم به اکبر آقا گفت منو ببر گردش. توف لجنه کسافت، حیف شما نیست که میخوایی همچین زنیو بگیری؟ شما میدونین اون باغ کجاست؟ بله، آخه مال یکی از فامیلامونه. بلم کن، بلم کن، نه. چیزو میدونم، اینا هم میدونم که به هیچ کس نباید اعتماد کرد، مخصوصا به امثال تو. به خدا تو داری اشتباه میکنی. اسم خدا رو نبر،
تو خجالت نمیکشی با اون دهن نجستت که بوش حال آدمو به هم میزنه اسم خدا رو به زبون میاری؟ علی! دختری رو که مثل فرشته های آسمون پاک و معصوم میدونستم ببین از کجا سر در آورده. ای خدا! خودشو! نمیتونم لعنت رو لعنت این زندگی. آخه چرا باید تو سر راه من قرار بگیری؟ چرا باید به تو دل ببندم؟ چرا؟ تو لیاقتشو نداری؟ تو نباید از یه دختر قویچی که معلوم نیست هر روز با چند نفر سرکار داشته بیشتر از این انتظار داشته باشی. به من تهمت نزن. چرا نزنم؟ تو باعث شدی که برادرم به این حال بیفته. از اون گذشته حیفت نیمد با جوونی مثل علی آقا یه همچین معامله‌ای بکنی. شما هر چی می‌خواید به من بگید. ولی من پاکم. اون به من کلک زد، دروغ گفت. منو با حق بازی به اینجا آورد. علی، تو باید حرفای منو باور کن. تو نباید با چشم بد به من نگاه کنی. به خدا من میگناهم، قسم میخورم. دیگه همه چی تموم شد. تو منو بین مردم سر شکسته کردیم. بهتره برای همیشه همدیگر رو فراموش کنیم. برای همیشه. سلام. ببینم این چه سر و وضعیه؟ دیگه همه چی تموم شد، دارم میرم پیش عمو تقی. ببینم تو چیزی از اینجوری هم نمیدی؟ منم نفهمیدم. باید دو مرتبه برگردیم با عمو تقی تمرینی بشیده باشن خنده داره بکنه. من دختری که من میشناسم محالی همچی کاری کرده باشه. چی میگی پدر؟ من خودم دیدم با این دو تا چشما. بازم ممکنه اشتباه کرده باشه. آخه رفتن توی اون باغ دلیل کار بد نمیشه. مشروب خوردن و بدن نیمه لخت هم دلیل نمیشه. حالا نمیدونم چی بگم، ولی از گلی نمیشه این کارا رو باور کرد. یعنی دختره ممکنه به این زودی رنگ عوض بکنه؟ اونم تا این حد؟ حالا که دیدی عوض کرد، بیشتر از اونی که فکر میکردی. کن پدر، من تصمیممو گرفتم. میخوام با دختر آقا مرتضی عروسی کنم. چی؟ گرم کنیم، ما باید بریم. اولا برای دلخوشی منم که شده یه لبخند بزن. آخه امشب شب عروسی ماست. من زن تو هستم. من که از اول بهت گفتم فعلا غیر ممکنه من یه شوهر خوبی بتونم برای تو باشم.
یا هیچگونه روابط زن و شوهری با تو داشته باشم. میدونم تو هنوز اون دختره رو دوست داری. خواهش میکنم زهره، بذار راحت بشم، به من مهلت بده، شاید زمان همه چیزو عوض کنه. خب تو این که گور میشه همش تقصیر من بود. اگه من میدونستم که عروسی علیه، باعث ناراحتی تو نمیشدم. تازه کسی هم که ما رو دعوت کرده اصلا من نمیشناسم. عیبی نداره عمو جون، هرچی بود گذشت. من خیال میکردم اگه تو رو با خودم به این عروسی بیارم شاید یه خوده غم و غصت رو فراموش بکنم، ولی گردنم بشکنه، چه کاری کردم. مارمو هنوز جایی نشسته، نما گرم نشده، باید برگردی. چقدر قور میزنی، کاری تو بکن. چش. میدونین بچه ها، من راضی نیستم شماها بیاین. چرا؟ من خودم تنهایی میرم، شماها که نباید به آتیش من بسوزین. این حرفا چیه تو میزنی؟ من به خودم منظوری نداشتم، من حاضرم این جهن نقابل منو فدای تو بکنم. ممنونم، تو خیلی مهربونی. قربان تو برم الهی. بابا جان کار تو بکن، قطر الان یه ساعت دیگه حرکت میکنه. لا اله الا الله، یه دفعه دیگه اگه حرف بی جا بزنی همچون با این مشت میزنم به کجا؟ به مغز خودم، به مغز خودم، به مغز خودم. نهار میای؟ نه، شما نهارتون رو بخورید. آرسته گوش کن، بابام حالش خوب نیست، تا بیدار نشده صداش نکن، باشه؟ باشه. سلام علیکم. سلام، بفرمایید تو. سلام داداش جون. سلام آبجی، چطور متری؟ خوبم. میزونی یا نه؟ صبحونه خوردی؟ آره، کله پاچه زنم. پس چایی که میخوری؟ نه، بعدم نمیاد. بیا تو الان درست میکنم. برو درست کن. ترکی تو چرا جوش نمیای؟ آخه اینم شد شوهر، نه به من نگاه میکنه، نه با هم گرم میگیره. ببینم پس تمام اون نقشه ها رو برای چی کشیدی؟ ای بابا، مثل که تو اصلا از محل پرتی. ببین اگه قرار باشه اینجوری زندگیم پیش بره، قید همه چی رو میزنم. گوش کن خواهر. بس چایی رو دم کنم، الان برمیگردم. داداش جون ببین آبجی، ما همه این کارا رو واسه پول اینا کردیم، نه عروسی تو علی. چی میگی داداش؟ اینا مثل گرگ رو پولاشون خوابیدن، کجا به دست ما میرسه؟ هنوز دیر نشده. من که تا اینجا رسوندم، باقیشم تموم میکنم. بس یه مدتی بگذره، هر دو رو میفرستم که عروس محله، بعد تمام دار ندارشون رو بالا میکشم. وزک نمیر، بهار میاد، کمبوزه با خیار میاد. اگه یه خورده دندون رو جگر بذاری درست میشه. میترسم تا اون وقت دقمرگ بشم. چه بلای ناگهانی، چه اتفاق شومی. باید این اتفاق می افتن. از قدیم گفتم چوب خدا صدا ندار. منظورت چی؟ خودم بهتر می دونم، بچه های من به تیر قید گرفتار شدن. جاسن زهره کن تو اتاقه، میگفت میخواد باهات حرف بزنه.
زهره، زهره اومدی؟ چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ نمیدونم علی، میخوام حقیقت رو برات بگم. حقیقت؟ آره، شاید باره گناهام کمتر بشه و راحت تر بمیرم. گوش کن، گلی بیگناهه. من و اکبر باعث بدنامی اون شدیم. بفرمایید، علت مسمومیت معلوم شد. چطور؟ ملاحظه بفرمایید، تو قوری یه دونه عقرب افتاده. عجیبه. باور کن گلی، از گلم پاکتره. علی، ازش بخوا منو ببخشه، شاید خدا از گناهامون بگذره. اصلا سردر نمیارم، نمیدونم بیمارش چیه، ولی هرچی هست داره مثل شم تمومش میکنه. یعنی شما نمیتونین کاری براش بکنین؟ فعلا این دواها رو بهش بدین. بفرمه، اگه بهوش بیاد خطر رفت میشه. در هر حال خدا باید بهش کمک کنه. خیلی ممنون. بعد از ظهر بازم من یه سری بهش میزنم. ای خدا، فعلا خدا حافظ. قربان قدمت. خدا حافظ شما. ای خدا، قربان شما. گلی، سلام. گلی، گلی، منم علی. چشماتو باز کن. به هوش اومد. بله بله، خبر بودیم. زندگی شیرین ما، زندگی شیرین ما، شیرین تر از شیرین بلا. از خوشی غافل نشو، از خوشی غافل نشو، خوش بگذرون این زندگی رو. هر کسی ما که دلش لطف خدا پشت و پناشه.